صدها خانواده در وادی بخش ولایت ختلان عید نوروز را امسال هم بدون حضور عزیزان و نزدیکانشان جشن میگیرند، ولی در سر سرفه نوروزی همه آنها دعای فرزندان و عزیزانشان را میکنند که در ملک غریبی در آسایش و امنیت باشند. در سالهای استقلالیت تاجیکستان روسیه به مکان کار و درآمد 1,000,000 شهروند تاجیکستان تبدیل شده است و بیش از 200,000 نفر آنها ساکنان ولایت ختلان میباشند. موسم کاری آنها معمولا پیش از نوروز فرا می رسد و مهاجران دست جمعانه خانه خود را ترک کرده به روسیه می روند. زمانی که با روشن کردن دیگ سومنک ساعتهای دراز این شیرینی رمزی نوروزی را تهیه می کنند، همه آرزو می کنند که فرزندان و همسران و برادرانشان تا نوروز دیگر صحت و سلامت نزدشان برگردند. علی مراد، یک ساکن 28 ساله جماعت دهاتی تاجیک آباد ناحیه وخش، سالهاست که سومنک و دسترخوان ایدانه را از عکس های فرستاده مادرش طریقی وایبر و واتساپ تماشا میکند. او 3 سال اخیر در یک فروشگاه شهری مسکو کار و از آنجا استفاده هواس تجلیل نوروز تاجیکستان را میکند. در این مدت تنها یک بار و آن هم برای یک ماه به نزد خانواده اش آمده توانست. ارزوی غریب بچه‌ها بسیار است، پیش از همه جای کار باشه، دیگ سومنک و دسترخوان نوروزی و روسته را با هم ببینیم، خنده کودکان را گشت گذراش نبینیم، قدمای نخستین فرزندامو نبینیم، در وطن نیستم نوروز رو با اهل و بیت پیشواز نمیگیرم. در یاد دوام نیست که کی آخران بار جشن نوروز رو پیشواز گرفته بودم با همراه اهل و بیت. گلجهان، مادر علی مراد، که با صد نیت امسال هم در چند طبق گندم را شسته سومنه خوابانده است، میگوید آرزوی نوروزی او این است که فرزندش به سری بلند و روی سرخ به نزدی همسر جوان و فرزندش برگردد و تربیه پسر را ادامه دهد. فقط دعا میکردیم که تن جانش سالم باشد، تاجیکستان هم بیاید، اگر کار نیست چیکار میکرد؟ دعا میکردیم که در جایی هم که باشد سالم باشد. البته قینه سال یک چیزا تیار میکنی یا یک عید میشد جشن میشد، عید میخوای همش تا دسترخوان باشد نیستم، تورههای جانت همه جا تیپ تورا. گلجهان میگوید 5 سال شد که فرزندی بزرگش را به مهاجرت فرستاده است و اکنون نوبت فرزندی دیومش رسیده است. او فردا به مهاجرت میرود و در این خانواده آمادگی آخر برای گسیل پسر دیوم به مرد کاری روسیه جریان دارد. زهرا سیدغفرانوا، یک زنی بازنشسته تاجیک از دهه قزلشهر ناحیه باختر، میگوید که بیش از 20 سال 4 فرزندش به مهاجرت میروند، کودکان بدون پدر بزرگ میشوند و سال ها از پدر دور هستند. آرزوی نوروزی این زن صحتی فرزندان غریبش بوده است. زهرا سیدغفرانوا با فرق از دیگر مادران تلاش میکند که نان چکدانی و سومنک را به فرزندانش به هر راهی باشد روان کند. وقتی با این زن صحبت میکردیم سرگرم آماده کردن فطیر و قلمه و سومنک و شیرینی های دیگر به فرزندانش بود. زهرا سیدغفرانوا میگوید یک دونه گل سیاه‌گوش را اولی ماه فوریه با مهاجران با پسرش به شهر ایژوسکی روسیه فرستاد، ولی در فرودگاه دوشنبه منع کردند. حالا سومنک کلچگی فطیر و قلمه را با دستی نبیرش که باری اول به مهاجرت می رود به روسیه می فرستد. بنابر نبود جای کاری مناسب، بیش از 2 ساله شهروندان تاجیکستان خصوصا جوانان به مهاجرت می روند و مهمترین درآمد خانواده ها از مهاجرت می باشد. اکثری آنها تنها زمستان و دیداربینی نزدیکانشان می آیند. خدمات مهاجرت ولایت ختلان می گوید که 242,508 ساکن ولایت ختلان بیرون از کشور قرار دارند. اکثریت اینها جوانان هستند که برای پیدا
کردن کار و پیش بردن عربه زندگیشان کشور را ترک کردند. شاید 29 هزار نفر زن که حالا در مهاجرت می باشند توانند برای مردهای تاجیک بیرون از کشور خصوصا در شهرهای روسیه دسترخوان ایدانه نوروزی آماده کنند. این رقم آماری رسمی مهاجران ختلانی زنان و مردها در روسیه است که نوروز را بیرون از کشور و نزدیکانشان جشن می گیرند. از سوی دیگر زحمت و سختی های کار در روسیه برای بسیاری ها به مسئله مهمی زندگی تبدیل شده است و سختی های مهاجرت و دوری از شادی و خرسندی های معمولی دیگر عادت هم شده است. از همین خاطر هم برای بیش از 1000 ساکن ولایت ختلان که دپارت یا اخراج شدند حقی تا 10 سال آینده به روسیه وارد شدن را ندارند. این مسئله دردناک تر است.